همراه اول، حامی هنر ایران زمین. خب مثل همیشه انتظار میره که جلسات نقد و بررسی فیلم‌های مستند خلوت‌تر از فیلم‌های داستانی باشه، ولی به هر حال همین قدر هم که اینجا هستن بچه‌هایی که علاقه‌مند به مستندن برای ما چراغم روشن. برای ما مغتنمه. فیلم بهارستان خانه ملت رو با هم دیگه دیدیم، یک فیلمی که به هر حال مبتنی بر تصاویر آرشیوی بوده، روایتی از تاریخ معاصر با محوریت مجلس شورای ملی دیروز، شورای اسلامی امروز در میدان بهارستان و آنچه که بر این میدان رفته. آقای بابک بهداد اینجا هستند، مستندساز، که ازشون دعوت میکنم تشریف آوردن. آقای بهدادی همچنان دارن مصاحبه میکنن. بعد به افتخار آقای بهداد دست بزنید که در خدمتشون باشه. بفرمید این ور، مثل اینکه شما باید بشه. بله بله، خب من یک توضیحی هم بدم که آقای بهداد چون همین چند روز پیشه که عمل جراحی داشتن و یک کمی حال عمومیشون مناسب نبود، من فقط خواهش کردم که تشریف بیارن و خیلی سریع سوالا رو پاسخ بدن تا جایی که امکان داره و سعی میکنیم که زیاد اذیتشون نکنیم. یکم حال عمومیشون خوب نبود و خیلی خوش آمدید. متشکرم از شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بچه‌ها فکر می‌کنم میکروفون آقای بهداد نزدیک بیارن. نزدیک. متشکرم از شما. ممنون که فیلمو دیدین. خسته نباشین. در خدمتتون هستم. خیلی خب. من دوست داشتم یه توضیحی درباره فیلم بدم، ولی اجازه بدید که چون با توجه به قراری که با آقای بهداد گذاشتم، قول دادم که زودتر در واقع تمومش بکنیم. میخوام من خودم یه توضیح بدم که این فیلم چقدر زمانش طول کشید، تولیدش خیلی کوتاه. بگید که آره اگر سوالی هستش بعدت. ببینید این فیلم 6 سال تولیدش طول کشید، تقریبا 3 سال تحقیق این فیلم طول کشید و 1 سال نوشتن فیلم نامه و 3 سال هم جمع‌آوری متریال و عکس ها و آرشیوی که در حقیقت توی فیلم میبینید از من انرژی گرفت و خدمت رو عرض شود که حدود 450 تا عکس در این فیلم هست که این عکس ها تماما رنگ شده، به فضای قدیمی در اومده. فیلم های آرشیوی که خیلی از این عکس هایی که در فیلم میبینین تا حالا دیده نشده در سینمای مستند ایران و فیلم های آرشیوی هم که در حقیقت توی این فیلم هست یه بخشش از شبکه‌های خارجی تهیه شده و برای خب بذارید پس من حرفتون قطع کنم که یکی از این سوالا رو همینجا جواب بده. از خبرگزاری سبا پرسیدن آقای بهداد، ضمن عرض سلام، با توجه به اینکه موضوع مستند بهارستان و خانه ملت است، از چه منابعی برای این مستند استفاده کردید؟ خب ببینید ما توی پژوهشمون منابع مکتوب، روزنامه‌ها، تمام اسنادی که مربوط به منطقه بهارستان بود رو تیم پژوهشمون مطالعه کرد و خب افرادی هم بودن که تو این زمینه کارهایی رو انجام داده بودن، با اونها گفتگو کردیم و بعد از پژوهش در حقیقت تونستیم به یک متریالی برسیم که اونو تبدیل به فیلمنامه بکنیم. راحت بود دسترسی به این منابع؟ تقریبا منابع تصویری. منابع تصویری نه، خیلی سخت بود واقعا. منابع تصویریمون، من خب کاخ گلستان رفتم، مرکز اسناد رفتم، خدمتتون عرض شود خود مرکز اسناد مجلس رفتم و پیش افرادی که عکس‌های شخصی داشتن رفتیم و این فیلم‌ها رو عکس‌ها رو تونستیم تهیه بکنیم. چرا فکر کردید باید رنگ‌آمیزی بشه؟ ببینید ما تست‌های زیادی زدیم که چیکار کنیم عکس‌های مقدار افرادی که تو عکس‌ها هستن برجسته بشن و عکس‌ها یک حال و هوای جدیدی پیدا بکنن. به این تست رسیدیم که رنگ بشه، چون از دوره پهلوی دوم تقریبا خیلی از عکس قدیم رو نگاه کنیم با دست رنگ شده. بله. فکر کردم ایده خوبیه که ما هم این کار رو انجام بدیم و خیلی از شخصیت ها و فضای فیلم رو عکس ها رو ما رنگ آمیزی کردیم. بله. آقای عباس علی اسکوتی از روزنامه هنرمند پرسیدن سلام و تشکر برای این فیلم خوب، انتظار شما از مخاطب پس از تماشای این فیلم چیست؟
خب من دوست داشتم که در حقیقت با بخش از تاریخ این مملکت که تاریخ مهمی هم هست و منطقه مهمی هست، منطقه بهارستان، مخاطب آشنا بشه و بدونه که توی منطقه‌ای که تقریباً وسعت زیادی هم نداره چه اتفاقات مهم تاریخی توی ایران رخ داده، اتفاقاتی مثل حالا سیه تیر، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب مشروطه و تجمعات و تظاهراتی که در حقیقت اونجا بوده. دوست داشتم خب مخاطب آشنا بشه با این تاریخ تقریباً 130-140 ساله ایران. انتظارم اینه. بسیار. آقای اسکوتی پاسختون رو گرفتین؟ نمیدونم کجا. آه شما گرفتید. خانم سبا شادور، اگر درست نمیشون شما هستیم، خیلی خیلی شد. ضمن عرض خسته نباشید به کارگردان دستندکاران محترم، فیلم روند خیلی خوبی رو پیش گرفته بود ده. اما باز نزدیک شدن به زمان حال به شکلی خیلی تند و سریع وقایع بین سالهای 43 تا اکنون محدود به نمایش درآمد. این مورد رو توضیح بدین. ببینید اتفاقا واقعا از دهه 40 تا انقلاب زیاد اتفاق مهمی توی اون منطقه نمیفته و البته اتفاقاتی بود که ما میتونستیم تو فیلم قرار بدیم. من با آقای ضابطیان گفتم که نسخه اولیه فیلم 110 دقیقه بود ولی ما در نهایت فیلم کوتاه کردیم، باید انتخاب میکردیم وقایع رو، اتفاقاتی که میافتاد رو دیگه باید یه مقدار کم میکردیم حجمش. یه مقدار خودم هم احساس میکنم که آخر فیلم رو یه مقدار سریع جمع جور کردم، شاید پرداخت بیشتری میشد، واقعا بهتر بود. آیا ممکنه که این فیلم قسمت دومی هم داشته باشه؟ یعنی بعد از اون که مجلس شورای اسلامی بله. از ساختمان مجلس سابق سنا در بله. خیابان امام خمینی دوباره منتقل شد به ساختمان جدیدش و خود این ماجرای این ساختمان بله. بی‌هویت جدیدی که ساخته شد که شکل اهرام ثلاثه است بیشتر تا بله. به فرهنگ ایرانی ارتباطی داشته باشه، اتفاقات فراوانی افتاد که مهمترین شاید همین اتفاق آخری بود، حمله تروریستی که بله. شد به مجلس شورای. آیا ممکنه که ادامه‌ای داشته باشه فیلم شما؟ حتما قطعاً میشه واقعا ساخت، یعنی یه قسمت دیگه میشه بعد از انقلاب تا الان ساخت، ولی واقعا خب احتیاج به پژوهش داره، احتیاج به کار رو داره که آدم بتونه این کار رو انجام بده، ولی قطعا من دیگه این کار رو نمی کنم چون انقدر این کار من رو خسته کرد که دیگه واقعا توان این که حالا بیام قسمت دومش رو بسازم رو ندارم واقعا. برای شما در این فیلم مجلس شورای ملی مهم بود یا میدان بهارستان؟ ببینید مجموعه من فیلمم تقریبا راجع به منطقه بهارستان هست که شامل مجلس، خود میدون، مدرسه سپهسالار و اطراف باغ نگارستان، بخشی از نگارستان، کافه لوغانته، همه اینا هست. آره ولی ما اونا رو در حد یک تاش فقط دیدیم. آره دقیقاً. خود دقیقاً میدون با مجلسه که هویت پیدا میکنه. به خودی خود خب یه میدون خالی، یه زمین خاکی بود دیگه. تقریبا میشه گفت با مجلس اونجا تمام اون اتفاقات مهم میفته. بسیار. آقای علیرضا مظاهری از نسل انقلاب سه تا موضوع رو نوشتن که من سه تاشو پی میخونم، شما حالا جواب کلی یا تک تک اگه خواستید بدید. گفتن واقعا هدف شما از ساخت فیلم این فیلم ضد هویت ایرانی چه بوده؟ دوم گفتن که تا کی باید شاهد تخریب شخصیت ایران و ایرانی باشیم؟ و سوم پرسیدن به لحاظ محتوایی برای کل سینما ایران برای حضور این گونه فیلم‌ها متاسفن و خواستن که مسئولان پاسخگو باشن، که حالا این سومی رو مسئولان پاسخگو من متوجه نمیشم اول و دومش رو بگید. کجاش غیر ایرانی هست رو من واقعا نمیدونم، متوجه نمیشم. من چیزی که در تاریخ بود رو نشون دادم و اصلا این فیلم فیلم ضد اعتماد، یه فیلم ملی میدونم این فیلم رو و هدفم هم که گفتم آشنایی مردم با تاریخ از ایران هست و کسی که مطالعه تاریخی داشته باشه میتونه بفهمه که توی تاریخ خب اتفاقات زیادی افتاده، شخصیت‌های زیادی اومدن رفتن و دیگه نمیدونم چی باید بگم واقعا. آقای مظاهری قانع شدین از جوابشون یا نه؟ کجا تشریف دارن؟ جان؟ سالت دیشب بوده؟ از چرا امشب دادن به من؟ بسیار پس معذرم شما نمیدونم یکی دیگه باشه نه مهم نیست خواهی چرا دیشب نپرسیدن
بسیار. چی بود؟ اه؟ بسیار علی. خیلی نمیدونم. حالا مهم هم نیست جواب دادیم. چی بشه؟ ملی تر بشه فیلم. حالا اتفاقا من خودم هم که سوالو خوندم گفتم که اتفاقا فیلم به نظر من، حالا من نباید اینجا نظر بدم چون من اینجا مجری هم قرار نیستش که نظر بدم، ولی به عنوان یک علاقه‌مند تاریخ و سینمای مستند به نظرم خیلی بی‌طرفانه بود فیلم. یعنی به یک سمت نغلطید که بخواد مثلا از یک طیف فکری دفاع بکنه، یا مثلا آدم وقتی که می‌بینه مثل فیلم‌های، دیدید فیلم‌های مستندی که بعضی از این شبکه‌های تلویزیونی ایرانی اون برای آب که میسازن به ظاهر باید مستند بی‌طرفانه باشه، ولی تهش آدم میگه آخه چقدر آدمای خوبی بودن مثلا. ولی خوشبختانه این نگاه بی‌طرفانه رو آقای بهداد حفظ کرده. ببینید من مثلا خودم به شخصه خیلی به دکتر مصدق علاقه دارم خیلی بل. و توی فیلمم سعی کردم که با اینکه خیلی زمان کم بود ولی سعی کردم که نقش دکتر مصدق رو توی ایران به درستی نشون بدم، تو ملی کردن نهضت نفت و کارهایی که انجام داده. و وقتی این سوالو شنیدم خیلی تعجب کردم که گفتم فیلم زده ملی. اتفاقا یکی از نکات که من تو فیلم خیلی دوست داشتم این بود که بیشتر تلاش‌های دکتر مصدق برای ملی کردن صنعت نفت زمانی بوده که نماینده مجلس بوده، نه زمانی که نخست وزیر بوده. و اغلب مخصوصا نسل جوان این رو نمی‌دونن که در دوران نمایندگی مجلس بوده، که کمیسیون نفت بوده اصلا اون موقع. بعد آقای رضا پورزاده‌ای از خبرگزاری هنرمند پرسیدند که درود به شما و خسته نباشید، فیلم‌های این چنینی مستندگونه امروز چه جایگاهی در بین مخاطبان سینما دارد؟ چه جایگاهی بین مخاطبین سینما دارد؟ میخوان خودشون توضیح بدن اگر متوجه استن. آقای پورزاده‌ای تشریف دارین شما؟ یه مال دیشب بوده باز. ببینید بالاخره فیلم تاریخی جایگاه خودش رو پیدا میکنه دیگه، یعنی تکراری جواب من، بالاخره مخاطب با بخش از تاریخ ایران آشنا میشه به روایت کارگردان. بالاخره من روایت خودم رو داشتم از تاریخ. من فکر کنم جوابم اینه دیگه. خب روایت خودتون رو داشتید، این روایت شخصیه یا روایت مبتنی بر پژوهشه؟ نه مبتنی بر پژوهشه. پس روایت خود شما نیست؟ نه بالاخره روایت من هست، من به عنوان کارگردان یه نقشی دارم در چینش در واقع تاریخ که تاریخ رو چجوری کنار هم بچینم که به یک مفهوم جدیدی برم. خیلی از چیزایی که توی فیلم من دیده میشه الان داره اتفاق میفته به عقیده من، حالا غیر مستقیم من توی فیلم اشاره کردم بهش، این داره اتفاق میفته و من از عمد این پلان ها رو گذاشتم توی فیلم، مخصوصا سکانس های آخر فیلم هم. یه توضیح هم میخوام بدم که شخصیت های این فیلم تمام آدم هایی که صحبت کردم مستندساز بودن. 25 شخصیتی که صحبت کردم توی این فیلم جزو بهترین مستندساز های ایران بودن، آقای اصلانی، آقای عطارپور، آقای ورهرام و افرادی که صحبت کردن هیچ کدومشون تا الان کار دوبله یا دوبلاژ انجام نداده بودن. اینم ایده بودش که آره من ازم ایده بامزه‌ای بود که به هر حال صدای همکاران مستندسازشون رو از این طریق ثبت کردن و فکر کردید به اینکه کی؟ بله دقیقا فکر شده آقای مثلا آقای ارد عطارپور جای محمد علی شاه، چون هم صداش هم چهرهش مقدار نزدیک بود. آقای اصلانی، آیت الله کاشانی رو صحبت، روایت کارگردان. بالاخره من روایت خودم رو داشتم از تاریخ. من فکر کنم جوابم اینه دیگه. خب روایت خودتون رو داشتید، این روایت شخصیه یا روایت مبتنی بر پژوهشه؟ نه مبتنی بر پژوهشه. پس روایت خود شما نیست؟ نه بالاخره روایت من هست، من به عنوان کارگردان یه نقشی دارم در چینش در واقع تاریخ که تاریخ رو چجوری کنار هم بچینم که به یک مفهوم جدیدی برم. خیلی از چیزایی که توی فیلم من دیده میشه الان داره اتفاق میفته به عقیده من، حالا غیر مستقیم من توی فیلم اشاره کردم بهش، این داره اتفاق میفته و من از عمد این پلان ها رو گذاشتم توی فیلم، مخصوصا سکانس های آخر فیلم هم. یه توضیح هم میخوام بدم که شخصیت های این فیلم تمام آدم هایی که صحبت کردم مستندساز بودن. 25 شخصیتی که صحبت کردم توی این فیلم جزو بهترین مستندساز های ایران بودن، آقای اصلانی، آقای عطارپور، آقای ورهرام و افرادی که صحبت کردن هیچ کدومشون تا الان کار دوبله یا دوبلاژ انجام نداده بودن. اینم
ایده بودش که آره مثلا ایده بامزه‌ای بود که به هر حال صدای همکاران مستندسازشون رو از این طریق ثبت کردن و فکر کردید به اینکه کی بله دقیقاً فکر شده آقای مثلا آقای اورد عطارپور جای محمد علی شاه چون هم صداش هم چهرهش مقدار نزدیک بود آقای اصلانی آیت الله کاشانی رو صحبت کردن آقای ورهرام عطابک رو صحبت کردن ملیجک رو کی صحبت کرد؟ هادی آفریده و مصدق هم که پدرام اکبری صحبت کرد بله آقای پدرام اکبری صحبت کرد خب خانم دانشگاه